صبح خیر هممیهنان عزیزم، هنگام افشار هستم در برنامه رو در رو. امروز شنبه 8 بامداد 14 از ماه فوریه 2015 میلادی، روز قلب ها، روز عشق که امروز در تمام دنیا جشن گرفته میشه. من راجع به تاریخچه و تأثیرات روحی روانی مثبت و منفی این روز خدمت شما گزارشی دارم، اما قبل از آن میخواستم به یک نکته اشاره کنم و این ترفند و حقه آخوندهاست که اینها در 30 اخیر متصل شدن به ظهور مهدی، به ظهور مهدی، و میگویند تا ظهور مهدی ولایت فقیه هست، تا ظهور مهدی ما هست. اینا میدونن مهدی وجود نداره، این یک تقلب و یک کلکیست که اینا سوار کردن تا به این بهانه شاید هزاران سال اسلام در ایران به عنوان حکومت باقی بمونه. خودشونم میخندن، خودشونم میدونن مهدی وجود نداره و مردم بیچارم که خب به هر حال بشر مذهبیه، بشر از اون موقع هم که ادیان وجود نداشت یه جور به موهومات عشق می‌ورزید، یه تکیگاهی می‌خواست. شده این تنهایی با عشق هم پر نمیشه، عشق یک لحظات بابلیست، اما تنهایی انسان بر روی کره خاکی یک مقوله روحی روانیه. نه شهرت، نه ثروت، نه دور انسانهای دوربر نمیتونن بشر رو پر کنن. این خلای در بشر به همین علت از روز ازل به دنبال یک تکیه‌گاهی بوده خارج از خودش، آن چیزی که دست نیافتنی است، آن چیزی که در دسترس نیست، آن چیزی که بتونه روحیش رو به او تکیه بزنه و سقوط نکنه. خب یه موقعی پیامبران نبودن، اینها به ستاره ها، به خورشید، به ماه، به ابر، باد، اینها اعتقاد داشتن و اینها رو عکس العمل های منفی یا مثبت، شیاطین، فرشتگان طبیعت می دانستن. اما بعد مذاهب ابراهیمی که یه علتش هم برای رقابت با قدرت زنان بود، زنانی که به صورت قبایلی زندگی میکردن و قدرت در دست آنها بود، قبایل گردان بودن، چند همسری بودند و مردها در واقع اون تسلط رو بر روی زندگی، املاک یا فرزندان نداشتن. و این مذاهب به هر حال ترفندی بود که از یهودیت آغاز شد و آمد. حالا ما به آیین‌ها کاری نداریم، آیین‌هایی که اتفاقاً ریشه بسیاری از آیین‌ها توسط زنان بارور شد، اون تمرکز فکر، اون مدیتیشن، و بعد ریشه مذاهب هم هر چند آورندش مردها بودن، اما زنان همیشه پیشاهنگان تبلیغ هستن، حتی اگر این به ضرر خودشون تمام بشه. یک آهنگری بود، بچه آهنگر، این میشه خانواده رو جمع میکرد چون پول میخواست تلکه کنه. میگفت من این آهنگری که میکنم به زودی خودم آهنگری باز میکنم، از شاگردی در میام، صاحب میشم، یک دهنه رو دو دهنه میکنم، بازار رو میگیرم، یک بازار رو دو بازار. همه افراد خانوادش که جمع میشدن قصه ها رو میگفت، دوچار شوق میشدن چون عده فقیر بودن. بعد میگفت حالا من میخوام برم، حالا هر کسی هر چی داره به من بده، من برم روزیم بگذره، برم دنبال کارم. و هر کس به عنوان این که به این امید که این یک روزی پولدار خواهد شد و اونها رو به رزق و روزی خواهد رسان، آنچه تهیجیب داشت به این میداد. این کلک، این آهنگر، بچه آهنگر این بود، هر روز میومد دهان افراد فامیل و دوستان رو آب میانداخت، که چنین سخنور بسیار قهاری بود. این هست کلک و پوز دادن آخوندا. این اسلام هم شده فشن،
در واقع هر کسی مد خودش رو پیاده میکنه. برای یکی در شیعه گنبد و بارگاه برای رفته برای متوفا میسازن، برای یک نفر در سنی ها آیین سنی پادشاه عربستان که با اون همه دبدبه و کبکبه و گردن بزن و از سر تا پا طلا بگیر و حرم سراها و میزهای آنچنانی و خوراک و که بعد مثل یک جانور در بیابان افتاده خاکش میکنن. اسلام هیچ روش واحدی نداره. البته ادیان دیگر هم همین هستند، در یهودیت و مسیحیت هم. حالا ما بسیاری از شاخه اینها رو نمیدانیم، فقط اسلام رو چون امروز در جنگ هست میگوییم سنی ها و شیعیان، ولیکن تشیع و تسنن و ادیان این شاخ و برگاش، این اختلاف های درونش یک پارچه نیست، این مد لباس در آمده و آنچه که یک پارچه نباشید چگونه میتواند به یک تایی و یک واحدی و یک تا پرستی برسد. خب این تشیع و تسنن برای خودش به جای خودش و این شعاری که این جیبرها و قهارهای ایران، ملاهای ایران میدهند به امید روز مهدی تا رسیدن مهدی، مهدی مهدی وجود نداره و مردم باید بدونن از این آش پختن و شور سفره انداختن رو بکنن، زیباست انسان، ولی مهدی وجود نداره. اینها فقط برای خالی کردن جیب انسان هست. آدم ها همه خرافات رو هم میتونن داشته باشن، ایمان خودشون هم میتونن داشته باشن، خدای خودشونو بپرستن، ده ها خدا بذارن، هر کسی در سر تاخچش خدای خودش رو بذاره، ایمان خودش رو، حالا به اسلام، به مسیحیت، به هر آیینی، به هر دینی، به هر موجودی، ولی این باعث شده که دکان باز بشه برای خالی کردن اول روحیه بشریت، بعد جیب اون. و این رو اگر انسان ها بفهمن هیچ مذهب یا آیینی بر اونها حکومت نخواهد کرد، هیچ مذهب و آیینی اونها رو تخلیه نخواهد کرد، با آنها خیانت نخواهد کرد، به آن شکل نخواهد رسید که زنان رو به بردگی بگیرن، سر بزنن، دزدی بکنن، چپاول بکنن، حمله کنن زیر نام مذهب. زیر نام مذهب شما تصور بفرمایید اگر همین گروه داعش زیر نام مذهب نبود، خیلی ها به اون نمی پیوستن. باز یه عده‌ای می بخشید از این واژه، می بخشید، خر مذهب هستن، یعنی می ایمان دارن، می خواهن که خودشون رو فنا بکنن، تمام خودشون رو بدهن. این یک مقدار با اون بخش روحیه حساس بشر که نیاز به تکیه گاه داره، برای زمین نخوردن تماس مستقیم داره. و جالب هست که ریشه تمام اینها مبارزه با زنه. اگر دقت کنیم ریشه این مذاهب صد ایجاد کردن مقابل قدرت زنه، پوشش زنه، حجاب زنه، یعنی در تمام اینها، در آیاتی که میاد در این مذاهب بوده. حالا امروز درسته که مسیحیت به شکل گذشته نیست یا یهودیت باز در شکل حکومتیش اجازه نمیده که این قوانین به آن شکل اجرا بشه، حالا برای خودش یک رنگ دموکراتیک زده، دارن سعی میکنن نیروهای دموکراتیک، یا در حتی بعضی کشورهای اسلامی. اما کلن این ریشه مذاهب یک مبارزه علیه زنان بوده، علیه تساوی حقوق زنان، برای سبقت گرفتن قدرت که در دست زن بود. ریشه تمام مذاهب ابراهیمی، چون نیک بنگری و میبینیم که محدودیت ها و سرکوب هایی که برای زنان در این مذاهب هست هرگز برای مردان نیست، و اجحافی که برای زنها هست
هرگز بر مرد، یعنی به مرد اجازه میدهد که تا اونجایی که میتواند دستبرد بزند بر حقوق، بر روح و بر جسم زن. و این مذاهب قوانین ضد زن هستند، ضد بشری هستند، ضد انسان هستند. حالا زن ها خوشبختانه خودشون آرام آرام از داخل این حکومت ها در حال گرفتن حقوق خودشون هستند. به قولی از طلا بودن پشیمان گشته این، مرحمت فرموده ما را مس کنید. چون این قوانین آمدند، قوانین الهی، برای اینکه حرمت بگذارن بر زن، برای اینکه زن رو بر آ بر عرش بنشانن، از فرش ببرن بر عرش، ولی زن بر همون فرش می نشیند و احساس غرور می کند. عربستان که در واقع خواستگاه این موهومات بوده از ازل و پراکنده شده به کشورهای اطراف، در واقع این شیشه، این بطری خورد در عربستان، شکست، تکه هاش پراکنده شدن به کشورهای اطراف، به جاهای دیگه، اونجا که خیلی 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 دور بودن، مثل اروپا پذیران نشدن، و اونجایی که مثل خاورمیانه، خاور نزدیک، افریقا، اینها از لحاظ جغرافیایی به هم متصل بودن، به نوعی تحت تأثیر قرار گرفتن، زبانشون، آدابشون. و ما میبینیم که زنها در حال یک نوع شورش هستن، یک نوع جنبش هستن، به هر گونه که بدونیم. هفته گذشته یه اتفاق جالب در سازمان ملل افتاد، شورای امنیت. یک بانوی فرستاده نماینده عربستان در شورای امنیت به هنگام سخنرانی کشف حجاب کرده، روسری رو برداشته، موهای زیبای بلند هایلایت و چهره بسیار مقبول، شروع به سخنرانی کرده، این جنجالی به پا کرده. در شبکه‌های اجتماعی عربی زنان دفاع کردن، این بانو هست، زن و خانوم منال ردوان نماینده عربستان در سازمان امنیت بدون روسری. این زن بانوی در واقع تابو شکن بوده و چنین کاری تا به حال در 1400 سال در عربستان هیچ زن عرب شجاعت نکرده چنین عملی رو انجام ده، یک عمل نمادین، یک عمل انقلابی. و بعد در عربستان سر صدایی که برپا شده، زنها خوشحال، اما آنها که بر مسند قدرت نشستن میخوان ببینن با این مصیبت چه کنن که اسلام عربستان برباد رفته است. ولی کن باز با تمام این احوال، اگر این زن از ایران آمده بود و در سازمان ملل کشف حجاب کرده بود و برگشته بود ایران، شاید به نوعی بیشتر مورد تنبیه قرار می گرفت. مثلا نماینده سخنگوی آقای ظریف بکنید چنین کاری انجام بده، بلا فاصله از منصب خود برکنار می شود. حالا ما هنوز نمی دونیم که چه اتفاقی افتاده است برای این خانوم و چه اتفاق خواهد افتاد، ولی عملی بود بسیار نمادین. و این موضوعی که بیچاره کرده بشریت رو، مرد باید 4 بار ازدواج کنه به 4 همسری چون قدرت جسمیش بیشتره، که این اشتباهه، قدرت جسمی زن خیلی بیشتر از مرده. در رابطه جنسی ممکنه که حالا مرد بتونه هیزم بهتر بشکنه، وزنه بلند کنه، ولی از لحاظ قدرت جنسی، اون قدرت جنسی حالتر برن کردن که نیست. یک ظرافتی در عشق بازی وجود داره، اون در زن طولانی تره، زیباتره، افسونگرتره. که ما این که ما میبینیم روسیان زن هستن، هرگز یک مرد نمیدونه در یه روز فرزن 10 زن رو پذیرا باشه، اونم هر وقت که اراده بشه، باید خودش اراده کنه، نه اینکه براش بخواد، نمیتوانن. پس این نشون میده که زنها قدرت رو بیشتر دارن برای اینکه از ارضا بکنن تعداد مرد بیشتری ها. و این از قبایل بوده، حتی در خود عربستان چند شوهری، چند همسری و زنان پولدارتر همسر داشتن، اینها در خیمه ها اگر مردی رو نمیخواستن، خیمه رو به یک سو، درش رو اگر باز بود یا بسته بود، اینها نشانه این بود که
دیگر اون مرد، اون شوهر حق پا گذاشتن به خانه نداره و زنان قبایل تجارهای بسیار شایسته بودن. یکیش حضرت خدیجه همسر پیامبر اسلام هست. چند شوهری باب بود در قبایل و هنوز هم در بعض قبایل، و امروز جالبه که در خود هندوستان یک رپورت در بعض از دهات هندوستان چند همسری است، یعنی یک زن میتونه همسر چهار مرد بشه، سه مرد بشه. و این موضوع که به دست من رسیده احتمالا دوستان هم در شبکه‌های اجتماعی شاهد آن بودند یا خواهند بود، یک زن با پنج برادر ازدواج کرده، از یکیشون هم یه بچه داره، نمیدونن که این بچه مال کدومه، مشترکن. و علت این گونه ازدواج ها این هست که اینها نخوان ثروت داخل خانواده خارج بشه. در شمال هند در برخی روستاها اینم همین زن هست، همچون دردون خانواده های چند شوهری مرسوم است که فرزندان پسر در خانواده با ازدواج اولین برادر به وی پیوسته و زندگیشان رو با وی ادامه میدن. گفته می شود پسران خانواده از این رو دست به این کار می زنن تا میراث پدریشان کمتر به نو راست تقسیم شده و شریک کمتری پیدا کنن. آن زن جوانی که در تصویر بالا می بینید خمرجا یا خمرجا نام داره، خودش هم که پسرا شده، اون وسط ایستاده و عروس پنج برادر است. رجا این دختر 21 سال دارد، اولین بار با یک برادر هم خانه شد، پس از آن چهار برادر دیگر شوهر قانونی شدند. از این ازدواج ها طفلی به دنیا آمده که او را جی نام نهادند و کسی نمیداند که این فرزند کدام یک از برادران است. رجا در ابتدا گویا از اینکه پنج همسر را اختیار کرده شرم داشته، ولی تدریجا به پنج شوهری عادت کرد و امروز خود را خوشبخت میشمارد. نکته جالب اینجاست که هیچ زنی در آن روستا میزبان پنج همسر نیست، بلکه رسم بر این است که زنها نهایتاً سه همسر داشته باشند. همسران او 21 ساله، 32 ساله، 28 ساله، 26 ساله و 18 ساله هستند. مادر رجا هم مانند دیگر زن روستا سه شوهر دارد که سه برادرند. او هم که نمی‌داند که رجا از کدام شوهر هست. این پدیده ها هستند امروز در زندگی انسان ها، چند شوهره. و من نمی‌دونم اگر قرار هست که مجازاتی وجود داشته باشد برای زنی که چند شوهر میکند، پس چرا اینها مجازات نمیشن؟ پس این قوانین قراردادی، قراردادهای اجتماعی که گذاشته میشه توسط خود بشر و توسط زور یا قدرت، قانون که قانونم اگر در دست باز اون زورمند باشه یا مستبد اجرا میشه، ولی هیچ فرقی نیست بین زن و مرد. یک زن میتواند چهار مرد را پذیرا باشد یا یک زن چهار مرد را، اما کلن اینها ناهنجاری ایجاد میکند در زندگی انسان، اینها نابرابری ایجاد میکند، اینها مشکلات و بیماری های بافت های نوع اجتماعی زندگی است. به همین دلیل این جهان پر از آشوبه، پر از مشکلات. البته نه به خاطر موضوع این خانم که پنج همسر دارد، کلن به جهت قوانین بسیاری که ضد انسانی و ضد بشری تنظیم شده است. اما این مورد جالبه به دلیل اینکه ما میبینیم در تمام کشورهای اسلامی بر علیه زنن و میگویند که زن باید صاحب چند همسر باشد، اما میبینیم که هست هنوز در دنیا جاهایی که زنان چند شوهر دارند و این بسیار جالب خواهد بود. خب خیلی از خانم ها شاید با دیدن این خانم رجا یک تام اپ به قول امریکایی ها، یک مرحبایی بدن و کف بزنن و خیلی هم استقبال بکنن از این ماجرا، چرا که نه. بسیار خوب، امروز من میخواستم تاریخچه
حجاب رو. حجاب چه هست؟ چادر چه هست؟ چادر کلن یک نام ایرانی است، چون در ترجمه هام اگر بخوان بگن تینت، T-I-N-T که میشه به معنای خیمه، ولی ما حتی میبینیم در مقالاتی هم که نوشته میشه از چادر به عنوان همون واژه چادر رو در لاتین هم استفاده کنه. پس این در ایران این اختراع شده، چادر، و به این شکلش هم، به این شکل موجود هم. حالا این یک تاریخچه‌ای داره، شاید در دو شماره، اما من سعی میکنم اینو بخش دوم برنامه امروز خدمتتون شروع بکنم، تاریخچه تا چادر رو، حجاب رو و عللش رو، فرهنگ پشتش رو، تاریخچش رو. اما چون امروز روز ولنتاینز یا روز قلب ها هست، روزیست بسیار زیبا، روزیست که عشق، روز عشق. این لزوما روز عشق زن به مرد نیست، روز عشق یک دختر میتونه برای مادر هدیه ببره، مادر میتونه برای دختر، صاحب کار برای سکرترهاش، در ولی خب عشق، روز عشق به هر حال بیشتر بین عشاقه و خیلی مهمه. در این روز 15 میلیارد دلار یک بیزینس تجارت 15 میلیارد دلاریه این روز عشق، برای خرید و رد و بدل گل و شکلات، گل و شکلات. تاریخچه این اصلا روز ولنتاینز یعنی چی؟ سه قصه هست، سه روایت هست. یکی این که سنت ولنتاین یک روحانی کاتولیک بود، یک روحانی کاتولیک بود در قرن سوم، در قرن سوم میلادی، و کلن هر سه روایت از روم ایتالیا، از اروپا سرچشمه گرفته. این سنت ولنتاین در زمان امپراتوری کلادیوس دوم یک در کلیسا بود، و کلادیوس دوم خب میدونیم که ما روم قدیم در جنگ‌های زیادی درگیر بود، برای اینکه سربازهاش درگیر عشق و زن و فرزند نشن ممنوع کرده بود که ازدواج کنن سربازهاش و آماده جنگ باشن. اما سن ولنتاینز این روحانی عشاق رو به طور مخفی و محرمانه عقد میکرد، و وقتی که امپراتور کلادیوس فهمید که این روحانی داره بر علیه دستور شاه و خواست امپراتور عمل میکنه، دستور قتل سن ولنتاین رو داد. در چه روزی؟ در 14 فوریه، یه همچین روزی، و در واقع 2609 یعنی 269 بعد از میلاد، قرن سوم، نیمه دوم. و پس سنت ولنتاینز این روحانی که عاشقها رو به طور مخفیانه عقد میکرد، در 14 فوریه به دستور امپراتور اعدام شد، و از اون موقع یعنی قرنها بعد این روز رو به نام روز ولنتاینز گذاشتن. در واقع نیمه اول قرن 16 بود که این روز به نام روز قلب ها انتخاب شد، یعنی سال 1537 که این روز رو به طور غیر رسمی هر سال اون روز مرگ و اعدام ولنتاین رو جشن می گرفتن عده‌ای سالگردش رو، ولی به عنوان یک روز جهانی در اون روز تعیین شد. پس این ولنتاین اختصاص به امریکا نداره، در روم بوده، در اروپا، و الان حتی در ایران هم این روز رو جشن میگیرن، به هم تبریک میگوین، برای هم کادو میفرستن. پیشنهادهای بزرگترین پیشنهادهای ازدواج در این روز هست، و بزرگترین دلشکستگی ها هم. خب حالا در روز ولنتاین
حتی در امریکا حیوانات رو براشون قیمت خاص میگذارن، یعنی یک قیمت مخصوص و کمتری میذارن که عده‌ای اداپت کنن، به فرزندی بپذیرن حیوانات رو. اینه که روز حیوان خری هم هست، سگ و گربه و توتی و از این قبیل. بهش یک فصل عشق میگوین، روز ولنتاین. و ازدواج هایی که پیشنهاد به ازدواج هایی که در این روز صورت میگیره اصلا غیر قابل تصوره. در مکان های بسیار جالب، در رستوران های گران قیمت، بعضی از اماکن که اصلا رزرو شده است از ماها قبل، یا شاید حتی نمیدونم از یک سال قبل اگر کسی بخواد ازدواج کنه در روز ولنتاین. میگوین مردان در روز ولنتاین دو برابر زنان خرج میکنن. به طور متوسط هر مرد از جیبش 130 دلار میرود. حالا من میخوام ببینم هر سال این 130 دلار برای شخص خاصیه یا اینکه هر سال عوض میشه رنگارنگ. آخه این ولنتاین هم یک روز رنگارنگ هست. یک آقایی میگفت من بیچاره شدم در این روز ولنتاین، مادرم هست، خواهرام هستن، دخترام هستن، خانومم هستن، بابا نمیخوام، هی باید برم فروشگاه، منم که نمیفهمم آخه با زن چی میخواد. یه چیزی میگیری اون خوشش نمیاد، اون میگه چرا اینو برای اون گرفتی. و یک عذابی هم هست برای کسانی که عشق ندارن، یعنی عشق آتشی، محبت دارن در خانواده ولی به صورت اجبار در اومده، یه دیگه هم دوست ندارن. یه قانونی شده حالا اگر کسی گل نگیره، شکلات نگیره، هدیه نگیره بهش بر میخوره که چرا شوهرش همسرش بهش بی توجهی کرده، ولی یه روز درد سرسازی هم شده است. اما جوانان این روز را میپرستند. زنان قرون وسطا در این روز برای اینکه شوهر ایدئال، عشق ایدئال خودشون رو بیابند، خلوت میکردند، در تاریکی میشستند و حتی غذاهای عجیب و غریب، یک مخلوطی معجونی از مواد غذایی میخوردند که اینها در این عالم تخیلات عجیب و غریب شاید اون خدای رساننده، روزی دهنده حضور بکند و دستی مرد ایدئال اینها رو سوار بر اسب سپید از میان دود و باران و خاک به اینها برساند. به هر حال یک افکاری بوده دیگه، یک رسومی بوده. و جالب اینه که تلفن، این تلفنی که دوستان امروز حالا به صورت آیفون و این چیزها در آمده، در یک همچین روزی توسط الکساندر گراهام بل مخترع تلفن، یعنی در سال نیمه دوم قرن 19 1876، تقاضا کرد که پتنت بشه، پتنت امتیازش گرفته بشه، ثبت بشه، اختراع تلفن به نام الکساندر گراهام بل در یه همچین روزی. آن چیز جالبی هم که هست، شما میبینید جعبه‌هایی که به شکل قلب هست در شکلات میذارن، این هم در یه همچین روزی تزیین و طراحی شد در نیمه اول قرن، در نیمه اول قرن 19، در نیمه اول قرن 19 توسط جان کابری صاحب برمینگهام انگلند، یک شکلات فروشی بسیار عظیم و بزرگ است و این فرم اختراع شد. خیلی چیزهای زیبا در این روز اختراع شده، این شکل قلب ها. و هالمارت یکی از زیباترین کارت فروشی های دنیا هست، یعنی شما زیباترین فرم این کارت های تبریک رو که میبینید گران هم هست و با جملات شاعرانه بسیار قشنگ و زیبا، پاکت های فنسی
هالمارک در اونجا، این هالمارک در این روز خیلی تقاضا داره چون مردم بهترین ها رو میبرن، و این مغازه شیک و فنسی و گرون قیمت نخستین ولنتاین خودش رو قرنها بعد، یعنی در اوایل قرن 1913 افتتاح کرد آلمارت روز ولنتاینو، یعنی عقب بود. حالا شما فکر کنیم قرن سوم کلن این قضیه آغاز شد توسط کشته شدن سنت ولنتاین، یک مرد روحانی که دختران جوان رو دور از چشم امپراتور عقد میکرد و بعد محکوم به اعدام شد، تا وقتی که هالمارک قرنها بعد آمد و این روز رو به عنوان روز ولنتاین اقدار کرد، تا اصلا وقتی که این روز به نام این روز جهانی ثبت شد در نیمه دوم قرن 16. حالا یک روایت، گفتم سه روایت هست برای ولنتاین. روایت دومین هست که ولنتاین نامی بوده که زندانی بوده، زندانی سیاسی بوده و حالا یا جنایی نمیدانیم، ما این هم در روم باستان و این عاشق دختر زندانبان خودش میشه که بسیار جوان بوده و طول مدتی که او در زندان بوده این دختر به دیدن اون میامده و قبل از این که بمیره یا بکشنش محکوم به مرگ بشه، یک نامه عاشقانه به معشوقه خودش مینویسه و میگه From your Valentine، چون ولنتاین اسمش بوده از طرف ولنتاین تو که میشود روز عشق. و این هم یک روایت دیگره. روایت سوم در مورد ولنتاین این هستش که یک فردی به نام ولنتاین بوده، مسیحی بوده، سعی میکرده که زندانی های در واقع ایشون زندانبان بوده و سعی میکرده که زندانی ها رو از شرایط بسیار سخت سلول ها فراری بدهد. و پس این سه روایت هست، هر سه روایت قشنگ و عاشقانه و جالبه که بدانید که در این روز عشقهای زیادی، قلبهای زیادی شکسته می شوند و دلهای زیادی چرکین می شوند، اما روزیست که لزوماً نباید پرخرج باشه، می تونه روز شکستن خشونت ها باشه، سختی ها باشه و دلگیری ها باشه. قشنگ این روزها، ما به قدر روزهای عزاداری و شکنجه و تو سرزنی داریم که روح بشر چرکین شده. چه قشنگ که یه مقدارم که روزهای مذهبی هستن که در ادیان یا سینه زنیه یا جشنهای تظاهرگونه و واقعا بشر رو به گمراهی برده. روز مثل روز مادر، روز پدر، روز عشق، اینا من این روز عشق رو شاید بین تمام این روزها از همه بیشتر میپسندم، چون هم روز مادر، هم روز پسر، هم روز کودک، هم روز سپاس از دوست، از عشق همه جور. حالا حتما این عشق نباید لزوماً بین دو جنس مخالف یا میخوان با هم ازدواج کنن یا نکنن باشد. خدمت شما یکی از نوشته های کوتاه هم به مناسبت این روز زیبا ولنتاین یک یا دو مورد رو خدمت شما بخوانم، ببینم کدوم رو انتخاب کنم. خب اجازه بدیم. مردمان شهر تو را می جویند، بی تو مردمان شهر از نگاه یکدیگر می ترسند. غروب ها در کوچه ها صندلی های چوبی خالی می مانند، بی تو صدای آوازی در کوچه ها نمی پیچد. روزها خیلی زود تاریک می شوند،
کسی هم به یادش نمی ماند که آدم های زیر باران گاه گرسنند. تو که رفتی مردمان شهر خود را در آینه گم کردند، دخترها گلهای سر، پسرها هم شیشه های عطر خود را گم کردند. مردمان شهر تو را می جویند که با حضورت صاعقه شوق بر چشمانشان برق می انداخت و چراغ روشن از قاب پنجره هایشان در دل ظلمات شب روح را نوازش می داد. مردمان شهر در زیر بوته های گل های مصنوعی رد پای تو را می جویند. در زیر گوش ها پچ پچ می شود که تو از آخرین نسل قبیله احساس بوده ای. آیا احساس گم شده؟ انسان ها تغییر کردن. گاه ما میشنویم در بعضی از سروده ها، اشعار یا گفته ها که روزهای خوب رفتن دیگه آن روزها. نه، گاه ما خودمون رفتیم، خودمون از صحنه هست شدیم، ذهن ما رفته. بله، هنوز عشقهای روی پشت بام ها هست، هنوز عشقهای پشت دیوار به دیوار نامه انداختن با علم و اشاره به دیگران دیگری حاله کردن، هنوز عشق هست. حالا در زیر پوشش مخفیانه، عشق همیشه مخفیانه بوده، اصلا مخفیانه شدی باز آشکار که باشه که اون جذابیت رو نداره، ممکنه یکی دو شبه از بین بره، ولی اون عشقای مخفیانه و تو هم با محدودیت و سختی و اینها انسان دوست داره که نرسه. و عشق هم در واقع عشق واقعی اون هست که انسان ها به هم نرسن. مثلا تمام قصه های بزرگم، رومو و جولیت، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، قصه های بزرگ تاریخ هم اینها به هم نرسیدن، صاحب زن شوهر نشدن، صاحب فرزند نشدن، چون اگر میشدن که خب اگرم خیلی خوشبخت بودن میشدن مثل این موج زوج های امریکایی که چقدر من دوست میدارم، 25 سالگیشون رو به عنوان سیلور یعنی نقره و بعد 50 سالگی رو به عنوان گولد یعنی طلا جشن میگیرن. اینا نمونه های بسیار کمن که مثل دو پرنده با همن و وقتی یکی میرود آن دیگری ظرف چند ماه میرود. اما کلن عشق هم همون دوری هاش زیباست. من یادم کوچیک بودم رفته بودیم عمامه، رود هند، اون طرف ها یک دهاتی بود در نزدیکی تهران، چقدر زیبا، رودخانه ها، همه خانه ها کاهگلی، کوچه ها تنگ کاهگلی، و این تصور اصلا، یا تو ایوونا که میشستن ایوون های بزرگ و پهن، صدای رودخانه میمد و رودخانه عظیمی بود که دو طرف چهار از دو طرف کوه این رو گرفته بود و صخره های بزرگ. و بعد یک دختر و پسری، من یادمه که دختر رفته بود، یک دختر بسیار زیبای موبلنگ هم یادمه، لباس کوتاهی هم نسبتاً پوشیده بود، شاید سر زانو بود، رفته بود روی صخره های ایستاده بود، گفته بود من خودم رو میندازم توی آب و عشقش داد میزد، محبوبه محبوبه برگرد بذار با هم صحبت کنیم، و این صدا میپیچید و ما بچه ها و تمام ده جمع شده بودیم. اینها البته از شهر خوب آمده بودن، مثل خود ما برای تعطیلات در آنجا بودن در روده، و اینها خیلی جالب بود. این تصویر عشق این دو برای من یک فیلم سینمایی بود که من یک بچه کوچکی بودم، شاید 3 ساله 4 ساله در ذهنم هست، شکل دختر شکل پسر، که این دختر با این موجها داد میزد، میگفت نه دیگه خودم رو میکشم، خودم رو پرت میکنم، تو من رو دوست نداری. اون میگفت نه دوستت دارم، برگرد. و به قدر این صحنه جالب و عشق بود. حالا ما نمیدونم آیا اون دو زوج به هم رسیدن نرسیدن، میدونم که دختر خودشو نکشت، همش فیلم بود و نجات پیدا کرد، اما سرنوشت چی شد؟ این خب زیباست دیگه، این عشقها زیباست. اگر عشق هم تو زندگی نباشه چی مهمه؟ جنگ مهمه، سیاست، اصلا سیاست یعنی چی؟ سیاست چرکین، تعیین تکلیف برای زندگی بشریت. حالا انسان هی کتاب هم بخونه، تمام
مقولات دنیا رو تو این مغزش انباشته بکنه، تمام اشعار رو از حس باشه، هم فلسفه اینا، ولی وقتی از آری از احساس باشه، آری از عشق باشه، به عشق بخواد همه چیز دو دو تا چهار تا به شیوه ریاضی، ارزشی نداره این زندگی. این زندگی فقط در روی تابیدن عشق بر روی بر لحظه به لحظه زندگی انسانه که مفهوم میده. باز این عشق به معنای عشق رومانتیک نیست. ما انسان وقتی عاشق باشه از صبح که بلند میشه، از تابش خورشید، از صدای یک پرنده که میاد بر کنار پنجره میشینه یا بر سر شاخ درخت یا بر روی نرده یا به دنبال دانه جیک جیک کنان عاشق میشه، تا صدای بوق ماشین، دویدن بچه ها به دنبال یک توپ پلاستیکی، تا حتی مشاجره زن و شوهر، بوی غذایی که از خانه همسایه میاد، خریدن با در بازار، شلوغی بازار، شلوغی انسان ها در شستن رخ، در تمیزکاری، در خورا خدا راستن، تمام اینا زندگیه. و نویسنده های بزرگ هم آثارشون از همین زندگی انسان های کوچک و عادی خلق کردن. آثار بزرگو همین انسان های کوچک بودن با نوع زندگیشون. و اگر انسان بخواد خیلی ادای یک روشن فکر رو در بیاره که حالا اینها پیش و پا افتاده است، ما بشینیم حتما یک کتاب بزرگ رو بررسی بکنیم و جدل بکنیم، به ما بگن روشن فکر، خب اگر درون انسان روحش خالی باشه ولی مغزش پر باشه، باز زیر پاش خلعه، زیر پاش به گوداله. این روز یک بار دیگه ارزش داره و من تبریک میگم به همه دوستان، به امیر عزیزم در اتاق فرمان. در این 10 دقیقه شروع میکنیم تاریخچه حجاب رو در ایران. البته قبل از اینکه این تاریخچه حجاب رو آغاز کنم، اجازه بدین یک سمینار یا کنفرانس سخنرانی مهمی که این هفته در لس آنجلس در المپیک کلکشن هست خدمتون اعلام کنم. آقای بهرام مشیری که ماها بود، در واقع یک سالی بود که به علت مشکلات بیماری که براشون وجود داشت این کلاس ها رو نتونسته بودن اجرا کنن که ماهی یک بار بود، خوشبختانه حالشون به سرعت به سوی بهبودی میره، حالشون خیلی خوبه و آثاری هم از ایشون زودی منتشر خواهد شد تا چند هفته آینده. و این فردا یک شنبه 15 مجددن در المپیک کلکشن خواهند بود در ارتباط با شاهنامه، 4 ساعت فکر کنم یا 3 ساعت، از ساعت 4 بعد از ظهر سخنرانی پرسش و پاسخه و هموطنانی که در اون مناطق هستن، حتی ما میدونم از اورنج کانتی و سندیاگو میان، چون وجود حضور یک فردی به نام بهرام مشیری با این همه اطلاعات واقعا غنیمتی است. در المپیک کلکشن یک شنبه 15 ما امروز شنبه ایم، فردا یک شنبه 15 فوریه ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. حالا این حجاب که امروز اجباری شده برای اینکه آیه ایست گویا از آسمان، برای اینکه زن گناه نکرده باشه، برای اینکه زن در جهنم هیزم های جهنم نسوزه، برای اینکه حالا مرد در اینجا باید این قوانین رو بگذاره که زن نسوزد، حالا زن رو در اینجا می سوزانند به جرم اینکه یک روزی بعد از مرگ در موهومات و تخیلات مبادا در اون دنیا سوزانده شود توسط نمایندگان آتش به دست خداوند. این حجاب اصلا از اسلام نیست. این که همه فکر میکنن چادر و پوشش و مقنعه و از اسلام اومده، نه، این از قرنها، اصلا از روزی که انسان برای کرکره خاکی بوده حجاب بوده، هم برای زن هم برای مرد به علل مختلف. نه بخواد مردها، قبایل حرکت میکردن، کاروانها حرکت میکردن،
می گذشتند از بیابان به بیابان دیگر و راه زنان در هر جا بودند و اگر به کاروانی حمله می بردند اولین غنیمت برای آنها زنها بودند و برای اینکه زنها مورد تهاجم قرار نگیرند همیشه یک پوششی بود، یک چادری بود، زن و مرد هر دو مینداختند که اگر کاروانی مورد چپاول قرار گرفت نفهمند کی زنه کی مرد و فرصتی باشه برای دفاع. و حتی در خانه ها، در خانه ها که مردها به دنبال کار می رفتن و زنها در خانه بودن، اینها اگر بیرون آمدنشون که باید با شرایطی می بود، به تنهایی شاید نمی توانستن، باید اینها پوشش می داشتن که باز اگر دزدی به خانه اومد نبینه چهره زن رو، ببینه این پیر زن یا دختر جوانیست، زیباست، زیباروس یا زشت رو. از این رو حجاب یک امر اجباری بود. موارد دیگر این هستش که زنها در دوران قاعدگی، در دوران قاعدگی دچار یک حالت و عوالم عجیب و غریب می شدن، حالت روحیشون به هم می ریخت و اینها برای اینکه اطرافیان متوجه اون نشن یک حجابی بر سر مینداختن تا کسی رنگ پریده اونها رو ندیب نبینه، حالات روحیشون رو متوجه نشه. و بعد یک مورد دیگر برای حجاب که حتی این تور عروس هم قبلا قرمز بود، رنگی بود، آرام آرام با رنگ سفید لباس تور گرفت، این تور عروس، این حجاب هم از همون حجاب میاد. میگوین در واقع گاه حائل کردن انسان خودش از اطرافیانش، حالا یا انسان یا طبیعت، موجب میشه که او به خودش فرو بره، او تمرکز پیدا کنه، او دچار یک حالت روحانی و زیبا بشه. خب این از یک نظر درسته. گاه ما میبینیم وقتی که انسانها دچار ناراحتی روحی میشن به خلوت پناه میبرن، دست رو در سر میگیرن، در یک جای تاریک مینشینن، سعی میکنن در جایی پنهان بشن کسی نبینه. انسان مخفی کردن خودش، پوشیدن خودش، یک پرده قرار دادن بین خود و دیگری موجب تمرکز فکرش میشه، جمع‌آوری روحیه میشه، خودیابی میشه. و یکی از فلسفه های پشت حجابم خودیابی است. اما این حجاب که قبل از مذاهب هم بوده و بعد مذاهب آمدن و خواستن که زن رو نه به خاطر اینکه از هجوم چپاولگران در امان باشه، بلکه به عنوان یک ناموس یا محدود کردن اختیارات زن، او رو مسن نگه دارن، برحذر کنن، این باب شد به عنوان یک اساسنامه آمد، اساسنامه ادیان در واقع برای این آیات نازل شد، چه در مسیحیت، چه در یهودیت، چه در اسلام. البته یهودیت قبل از همه اینها بوده، ولی زرتشتی ها که قبل از حتی این مذاهب بودن، البته نه قبل از مسیح، یهودیت، خب یهودیت که اون موقع به هر حال این تبلیغات جهانی کسی نمیدونسته، همه جا هر جا هر قبیله، هر کشوری به نوعی آیین و دین و ایمان خودش رو داشت. اما در مسیحیت، در آیین زرتشت هم بوده. ما امروز میبینیم حتی مسیحیان که میرن تورهای سفید زیبا بر سر میندازن، این برای این هستش که یک مقدار خودشون رو از دنیای اطرافشون، فضای اطراف حائل کنن و بتونن تمرکز فکر پیدا کنن، بتونن به یک حالت زیبای درون نگری برسن، نه به خاطر اینکه تار موشون ممکنه که تحریک بکنه جنس مخالف رو. و بعد محافظت از گرد و غبار، چون روزگارانی بود که همه چیز، جاده‌ای وجود نداشت، آسفالتی وجود نداشت، گرد بود، غبار بود، طوفان بود، شن بود، و برای پوشیدن سر و روی، چشم، محافظت، یک چتری بود برای اینکه از آسیب‌های
طبیعی جلوگیری بشه و گاه زن و مرد رو نمیشد تشخیص داد چون لباس هر دو پوشش هر دو یکسان بود و اتفاقا در دوران بسیار 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 قدیم قبل از مذاهب مردها مینی ژوب میپوشیدن کوتاه بود و زنها پیرهن بلند میپوشیدن. خب این قواعد قوانین به هم خورد. این که زن همیشه در پوشش بوده در طول دوران تاریخ به دلایل مختلف یا آیینی یا مقررات اجتماعی یا برای حفاظت خودش یا تعصب مذهبی و بعد به ناگاه در قرن بیستم این لخت شدن باب شد با آمدن خانم تویگی و مدل مینی ژوب و امروز لخت. اینها یک تاریخچه دور و درازی داره که من بخش به بخش این از هفته آینده اشاره خواهم کرد. وقت امروز ما در اینجا به پایان رسید. روز ولنتاین به همه دوستان همه خوش باشن. با یک تلفن کوچک دوستی رو شاد بکنید. از امیر شهرتی بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر خدای طبیعت نگهدار.